شیلینگ چیست و چگونه روی ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد؟ میشه در نظر گرفت که شیلینگ همیشه وجود داشته. در گذشته مردمی که به خرید و فروش می‌پرداختند، از این روش استفاده می‌کردند تا به نوعی بازار خودشون رو گرم کنن و میزان تقاضا و فروش خودشون رو افزایش بدن. این روش در جامعه ارزهای دیجیتال هم به کار میره و از اون برای پامپ کردن یک کوین خاص در یک برهه زمانی استفاده میشه. ما امروز در این ویدیو میخوایم با هم دیگه به بررسی شیلینگ و چگونگی اثر اون بر روی ارزهای دیجیتال بپردازیم. سلام، به چنل کریپتو ایجنسی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که بیننده ویدیوی ما هستید. سابسکرایب چنل یادتون نره و واسه اینکه از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید، رو زنگوله کوچیک کلیک کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید، بدونید که با لایک کردنتون کلی انرژی واسمون میفرستید. خب، بریم سراغ ویدیوی امروزمون. اگه بخوایم یه توضیح کلی بدیم که شیلینگ چیه، به نوعی تبلیغ که اساس اون برای کسب سود شخصیه گفته میشه. نوعی اصطلاحه که برای ترغیب و تشویق کردن مردم به سرمایه گذاری کردن در یک ارز خاص در جامعه ارزهای دیجیتال کاربرد داره. این نوع فرایند به نوعی با استفاده از قانون عرضه و تقاضا با بالا بردن میزان تقاضای یک کوین یا توکن قیمت اون رو افزایش میده. گاهن یک شیلر ممکنه بخواد با تلاش برای تخریب یک ارز دیجیتال دیگه، ارز دیجیتال مد نظر خودش رو بالا ببره. تحلیلگران اعتقاد دارن که یک شیلر در جامعه ارزهای دیجیتال در اصل کلاهبرداره. حتی بسیاری از پروژه‌های رمز ارز، انعام یا پاداشی رو به کسانی که ارز دیجیتال اونها رو شیل می‌کنه اختصاص میدن. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، مکانیزم عملکرد شیلینگ اینجوریه که اشتیاق افراد رو برای سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال با انجام دادن تبلیغات‌های مختلف روی اون افزایش میدن. اما لازم به ذکره که یک شیلر میتونه با انجام دادن تبلیغات منفی به تخریب یک رمز ارز اقدام کنه و باعث سقوط شدید و نابودی اون هم بشه. پس همیشه شیلرها مثبت عمل نمی کنند. تحلیلگران ادعا کردند که رابطه مستقیمی بین شیلینگ و قیمت ارزهای دیجیتال وجود داره. اگه جزو جامعه ارزهای دیجیتال باشید یا از اون دسته افرادی که پیگیر اخبار این حوزه هستند، با احتمال خیلی زیاد این نام جان مکافی که خلق کننده نرم افزار آنتی ویروسی با همین نام هست رو شنیدید. این فرد با بکار بردن و استفاده از شهرتی که داشت برای انجام تبلیغ پروژه کریپتوکارنسی و همچنین ارزی اولیه اونها تونست ثروت و درآمد زیادی رو برای خودش در سال 2017 کسب کنه. بر اساس اخباری که اعلام شده، جان مکافی مبلغی معادل 105,000 دلار رو برای منتشر کردن هر یک توییت دریافت می‌کرده. همچنین ادعا شده که اون درصد عظیمی از توکن‌ها رو برای انجام این تبلیغات در اختیار داشته. البته این نکته رو باید در نظر داشته باشید که همه ی افراد تاثیرگذار در جامعه ارزهای دیجیتال شیلر نیستن. گروهی از این تاثیرگذاران تنها با صحبت و تبلیغ در رابطه با پروژه‌هایی که در اونها مشارکت دارن می‌پردازن و یا گروهی هستن که فعالیت اونها فقط به عنوان مدافع یک پروژه و ارز دیجیتاله. از اینفلوئنسرهای بیت کوین که نقش زیادی به عنوان مدافع ارزهای دیجیتال دارن میشه به سیف دین، نویسنده کتاب The Bitcoin Standard، دوقلوهای وینک لووس، بنیانگذاران صرافی رمزنگاری شده جمنی، مایکل سیلور، مدیرعامل میکرو استراتژی و ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس ایکس اشاره کرد.
همیشه اسم ایلان ماسک به عنوان یکی از بزرگترین افراد تاثیرگذار بر روی روند ارزهای دیجیتال در اخبار حوزه کریپتوکارنسی و جامعه ارزهای دیجیتال وجود داره. شیلر به فردی گفته میشه که در طی فرایند شیلینگ با بکار بردن تبلیغ منفی یا مثبت باعث میشه که یک رمز ارز خاص نابود بشه یا رشد کنه. اغلب شیلرها از سوی توسعه دهندگان پروژه های کریپتوکارنسی مزایای خاص و سوداوری دریافت میکنن. حالا میخوایم نظر شما رو بدونیم. نظر شما درباره شیلینگ چیه؟ آیا تا به امروز شیلینگ بر روی شما تاثیرگذار بوده؟ کدوم اینفلوئنسر رو دنبال میکنید؟ لطفا نظرتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و به دوستاتون هم معرفیش کنید. ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.